تاریخ صنعت خلق تاجیک، سیف های بسیار خوب فراموش ناشدنی، استعدادهای بسیار خوبی را میداند. اونیر ملاقندوف در قطار آن شخصیت های صاحب استعداد جمهوری به حساب می رود که هنوز در ابتدای سالهای سی شهرت این صاحب استعداد در جمهوری خیلی بلند بود. استعداد او را نه فقط در شهر دوشنبه بلکه در تمام نایه و قشلاق های دوردست کوهستان هم مردم تماشا کرده به او آفرینا می گفتند. در اینجا ما چهار مرحله ای را در فعالیت ایجادی او می بینیم. اول دوره ابتدایی، این دوره فعالیت کنسرتی بود، فعالیت حافظی وی. و دوره دویم این دوره بود که فعالیت ایجادی وی به جاده بلندتر هنر، یعنی به هنر بی واسطه ثانوی که در رپرتوار اثرهای ملی که در صحنه تئاتر گذاشته می شدند یعنی ظاهر می گردید. و من بعد انکشاف استعداد وی به زینه بالاتری نوی می رسد که آن واخری ملاقند بی واسطه به کلاسیکه جهانی و خصوصا کلاسیکه موسیقی اپروی روس بود. و نهایت ایجادیات دوره کنونی وی این دوره است که به تیار نمودن شاگردین بی واسطه در تعلیم شاگردها سهم گذاشته، آنها را برای صنعت ریاست‌جمهوری ما تیار میکنند. پس سیر استعداد، سیر هنر او به عقیده من از آن عبارت است که اول بسیار ماهرانه انعنه و میراث بزرگ ملی موسیقی ما را خوب درک کرده است و ایجادکارانه استفاده می برد. دویم مدنیت بسیار بلند صحنوی. سیوم استعداد فوق العاده که طبیعتاً به این کس داده شده است، آواز نهایت فارم و زیبای دلنشین و نهایت خاکساری بسیار بلند انسانی است. اگر هر دوره ترقیات صنعت تاجیک را از نظر گذرانیم، خصوصاً صنعت تئاتری، در انکشاف آن خیلی کلان و خیلی بزرگ است.